مادران و پدران شهدا در موارد زیاد واقعا لا تعد و لا توسا انسان میبینه که چه روحیه‌هایی چه گذشتی. این جز به برکت اسلام نبود؟ این یک فصل درخشان. محمود ناظم غنایی هستم، پدر شهید محمد حسن ناظم غنایی. من اصلیتم گیلانی هم، لاهیجانی هم، منتها الان 50-60 سال اینجا هم. دکان مغازه داشتم، من هم کارخونه بودم هم نجار بودم، دکان داشتم. بعد او خیلی در نجاری فعالیت داشت با من، خیلی هم با معرفت بود. مدرسه میرفت، مثلا میامد بعد از مدرسه میو نهار میخورد، بوده بوده کلید از تو جیب من میگرفت میرفت مغازه. مثلا کارهای نیمه کارهای من کمک میکرد، اینجوری با محبت بود. محبتش اینجوری بود، مثلا با شما صحبت میکرد تو چشم شما نگاه نمیکرد، زمین نگاه میکرد. چه خیلی خجالتی بود، آره خیلی با حیا بود. اصلا با زن مرد هر کس صحبت میکرد اینجوری بود. نجار بود، مثلا میخواست چیز بکنه، راهپیمایی بره، چه کار کنه، چه کار نکنه، مثلا این تمام کارهای از مغازه استفاده میکرد. عکس امام میخرید، پاراکار درست میکرد، چون نجار بود، چوب، تخته، فیبر، فلان، همه چی بود، این کارا هم میکرد. تو انقلاب هم خیلی چیز بود، جان فعال بود، بله. رفته بود کردستان، هفت ماه اونجا موند. مثلا گفت میخوام برم جنوب. گفتم امین جان ببین اینجا امام جمعه داشتیم آقای شارودی. گفتم برم پیش آقای شارودی بگو یه پدری دارم نصف آدمه، من اینجوری میکنم، کارش انجام میدم، دکان، خانه، کمک میکنم بایش، حالا من واجبم یا جبهه؟ گفتم امین چی تصمیم گرفتی؟ گفت بابا راست باید بگم، امام فرمود که هر کس اگر جسش داره اگر نره میشه پسر کافر تو حاضر هستی؟ گفتم نه غلط بکنم من، رو چشم من لغت بزن برو. آره گفتم برو. امام همچین جمله نگفته؟ چرا دیگه؟ نه گفت که پسر کافر میشه. نه نه شوخی میگه، خودش اینجوری میگفت. بله بچه های من خوب تربیت خوبی داشت، مادر خوبی داشتن. کلان هم بنده خدا 3-4 جور 5-6 جور مرض داره، بالاخره تربیت خوبی کرده بچه هاشن.